درود و وقتتان بخیر به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در خصوص آغاز هفته 29 رقابت اسپانیا بیشتر صحبت با سید علی کاظمی خبرنگار ورزش آگاه فوتبال از اکترنبورگ روسیه با وصل است. آقای کاظمی بر شما و ممنون فرصتی که امروز برای ما دارید. سلام آقای مشعل، خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز و سپاس از شما و تمام همکاران عزیزم در شبکه آریانا نیوز. سپاس کاظمی صاحب. در مورد آغاز رقابت دنیا بیشتر صحبت کردیم. دو هفته این رقابت ها یک هفتهش مکان یافت و در جان چگونه مسابقات سه ماه وقت این یک خبر خیلی خوشحال کننده بود، به خصوص برای علاقمندان فوتبال و در سه ماه پسین خبرهای ناگوار خیلی زیاد بود. تمام کشورها و تمام شهرهای بزرگ با رکودهای بسیار زیادی روبرو شدن، تمام جاها بسته بود و حتی اقوام و دوستان و نزدیکان حتی هم دیگر دیده نمیتونستن، همه از هم دور شده بودن و فرصتی نبود که به هم نزدیک شد. ولی فوتبال دوباره آغاز به کار کرد که یک جای خوشی است و یک نوید خوب است برای زندگی دوباره در این دنیا و بعد از این حادثات اخیر. و در کنار که فوتبال دوستان منتظر آغاز فوتبال بودن، من فکر میکنم اکثر مردمی که در این سه ماه در دوران قرنطین و دوران سختی را سپری کردن، فوتبال میتونه یک روزنه امیدی برایشان باشه و یک خوشی دوباره باشه برای زندگی مجدد. آقای کاظمی، در مورد عملکرد تیم‌ها بگوین پس از وقفه حدود سه ماه، بعد هم روی تیم‌های برنامه‌ریزی بیشتر صحبت می‌کنیم با تیمی که در افغانستان و دیگر نقاط جهان دو تیم پرطرفدار هستند و مردم منتظر هستند عملکرد خوب از تیم ببینیم. در کل تیم‌های لالیگایی امسال و پس از حدود سه ماه وقفه عملکردشان چگونه بود؟ یک نوید خیلی خوب بود همچنان که در ابتدا گفتم، و لالیگا نشان داد که طرفداران بسیار زیادی در افغانستان داره. یکی از دیوارهای شهر کابل مزین شده با تصاویری از لالیگا و بازیکنانی که در لالیگا شامل هستند که انعکاس بسیار زیادی داشت در صفحه رسمی لالیگا و بازیکنان لالیگا، که نشان دهنده عزیز که حضور دو تیم بارسلونا و رئال مادرید در لالیگا تانسته که جایگاه خاصی در لالیگا در بین هواداران خودش در افغانستان داشته باشه. و اکثر مردمان عزیز در صفحات اجتماعی افغانستان هم اگه سر می‌زدیم، و درست است که بوندسلیگا اول آغاز شد ولی همه منتظر لالیگا بودن که لالیگا آغاز شد و منتظر آغاز لیگ برتر فوتبال انگلستان هم هستند. تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید نشان داد که بازیکنانش و مربیانش برنامه خاصی خودش در دوران قرنطین داشته، بازیکنان تمرینات اختصاصی و تخصصی خودشان را به صورت انفرادی انجام دادن، بازیکنان همشان آماده بودن و لیگ لالیگا با قدرت سابق خودش، قدرت قبل از قرنطین خودش آغاز شد و دو تیم بارسلونا و رئال مادرید هم هر دوش مقتدرانه دوران فوتبال بعد از قرنطین و بعد از کرونا را آغاز کردند که بارسلونا آمد مایورکا را 4-0 برد و رئال مادرید هم آمد ایبار 3-1 شکست داد در اولین بازی خودشان. و دیشب هم دیدن که بارسلونا تانست که 2-0 حریف خودش شکست بده، که این نشان میده که این دو تیم برنامه داشتن، مربیان و مربیان فنی این تیم و خود بازیکنان تمرکز خاصی در دوران قرنطین روی تمرینات اختصاصی و انفرادی خود داشتن. حضور نداشتن تماشاگران چقدر تاثیر میگذاره سر حال تیما در اکسا و تیما استفاده کردن؟ چقدر فکر میکنید که نبود تماشاگر لالیگا تماشاچی خیلی مهم است؟ تماشاچی خیلی مهم است. شما در دوران فوتبالی حتما تجربه کردین که تیمی که میزبان است امتیاز بیشتری داره به خاطر حضور تماشاگرانش و بازی در ورزشگاه خانگی خودش است، که متاسفانه تنها ضربه ای را که کرونا به فوتبال جهان زدی بود که تماشاگران من از حضور در
ورزشگاه ها. ولی باز هم بوندسلیگا با عجله لیگ خودش آغاز کرد، سراسیما آغاز کرد، خواست که زودتر بازی لیگ خودش آغاز بشه، ولی لالیگا باز هم مسئولین شبکه فوتبالی لالیگا ابتکار به خرج دادن و حداقل صدای تماشاچی‌ها را در بک‌گراند مسابقات داشته که تا حدودی تانسته که بیفزایه بر جذابیت فوتبال بعد از قرنطین نسبت به بوندسلیگا که یک ابتکار خیلی خوب بود از سازمان لیگ لالیگا و همچنان مسئولین شبکه‌ای که این مسابقات تحت پوشش و تحت نشرات خودش داره که تانست تا حدودی جذب ورزشگاه را بر بگردونه. در کشورهای مختلف اقدامات جداگانه ای صورت گرفت، یک تعداد عکسای تماشاگران خودشان به ورزشگاه آوردن، یک تعداد کارهای دیگری انجام دادن، ولی فکر بیننده تلویزیونی نبودن، ولی لالیگا به فکر بیننده تلویزیونی خودش هم بود و تا حدودی تانست که بر بگردانه همون جو ورزشگاه را در فوتبال. و در بازی اول بارسلونا دیدیم که حتی تماشاچی وارد ورزشگاه شد، خواست با لباس آرژانتین با مسی عکس بگیره که این نشان میده که ورزشگاه را به خصوص علاقمندان فوتبال حتما پشت ورزشگاه ها جمع میشن و این مسابقات میبینن و خیلی منتظر عزیزن که این مرحله هم شکست بخوره و حداقل تماشاچی ها اجازه حضور در ورزشگاه هم داشته باشن. وضع شدن قوانین تعویض از زیفان چقدر برای بند ما مستر است و گفتم میشه که بارسلونا که بیشتر در نیمه دوم بر حریفان کار وارد و همونطور که گفته شد مورسی تیم شکایت کرده از این، یعنی بس قانون پاییز راضی نبوده و همیشه بارسلونا در نیمه دوم فکر کنید و این سبب حال بارسلونا به مشکل بخواهد برای برد این محصول بوده و مشکل ایجاد خواهد. معمولا تماشاچی ها و قوانینی که بخصوص وضع شده از طریق فیفا بر فوتبال جذابیت فوتبال نسبتا میکاهه، این قوانینی که وضع شده در بعد از دوران قرنطین، ولی بخصوص تعداد تماشاچی تعداد تعویض ها دارن کار میکنن که بیشتر بشه و حتی قوانین دیگری که مد نظر است که روی دوران فوتبال بعد از دوران قرنطینه داشته باشه. فوتبال باید مطابق با قوانینی که جذابیت خودش از دست نده پیش بره که فیفا هم تمرکز خیلی زیاد داره، ولی بازم باید با از مسئولین لیگ ها و بخصوص فدراسیون هایی که لیگ های خودشان آغاز کردن سپاسگزار باشیم که حداقل در این دورانی که هنوز قرنطین در خیلی از کشورها به پایان نرسیده، هنوز مشکلات کرونایی هست، حداقل تانستن که با فوتبال دوباره روحیه بدن به مردم و به نظر ما باید تحمل بکنیم چند مدت قوانین سختگیرانه فیفا را که اونا مجبور هستن که به خاطر مصاب نشدن بازیکنان خودشان و به خاطر رعایت بعضی نکاتی که در یه آخر میتونه ضربه بزنه و این مسائل مد نظر بگیره در فوتبال، که امیدوار هستیم که این مشکلات هم حل بشه و فوتبال دوباره فوتبال واقعی که همه انتظارش هستن بر بگرده و دوباره همون زندگی واقعی در ابتدا بهتر بگم که بر بگرده. بسیار خوب، از رقابت بارسلونا و رئال مادرید اختلاف دو تیم به 5 امتیاز افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه در بامداد جمعه باید رئال مادرید به امتیاز بازی سنگین بر شاگردان است، چقدر فکر میکنید که رئال مادرید سال یعنی تمرکز به ای است با توجه به این که دو اختلاف اگر رئال بازی خود را ببره باز اختلاف بین دو تیم خواهد شد و شاگردان زیدان میتونن آخرین لحظه مقاومت کنن و این اختلاف حتی کرده. یکی از جذابیت های لالیگا رقابت دو قول فوتبال اروپاست در این لیگ
که طرفداران خاص خودش داره، پنج امتیازی که شما گفتین یک بازی کمتر، همچنان که در صحبت هایتان گفته میتونه که با پیروزی در برابر والنسیا در خانه خودش در سانتیاگو برنابو بازی میکنه، در حالی که تماشاچی نیست ولی بازم در ورزشگاه خانگی خودش رئال بازی خواهد کرد. تفاوت های خیلی زیادی رئال با والنسیا داره و احتمال پیروزی رئال در دیدار با این آمادگی که در بازی اول خودش به نمایش گذاشت، میتونیم بگیم که میتونه که آماده بسازه رئال مادرید برای بازی با بارسلونا و در ال کلاسیکو، و اگر رئال بتونه که به قدرت واقعی خودش بر بگرده و ال کلاسیکو امسال میتونه اگر کلاسیکوی باشه که تعیین کننده قهرمان لالیگا خواهد بود. اما آقای کازیمی، تو ال کلاسیکو پشت سر گذاشتانده شده و ما ال کلاسیکوی دیگری نخواهیم، چقدر فکر میکنید که این با یک برنامه خاصی آمده و میخواه امسال بارسلونا و بارسلونا کهش از ال کلاسیکو 2-0 بر رئال مادرید باخت او را احیا و بتانه یعنی تا پایان فاصله دیازی کال فعلا 5 امتیاز از روی بازی مادرید والنسیا نمیتونیم قضاوت کنیم، این اختلاف همچنان یعنی سبک است. بله متاسفانم در برنامه لایف بعضی مشکلات به وجود میاد، زنگ های تلفن ما یادم رفت که خاموش بکنم، معذرت میخوام. تمام بیننده عزیز فکر مرم طرف دیگری برد و اشتباه رفتیم به ال کلاسیکو، در حالی که نباید در مورد ال کلاسیکو صحبت میکردیم. اختلاف ها خیلی نسبتا کم است، یک باخت بارسلونا میتونه که رای قهرمانی رئال مادرید رقم بزنه و یک لغزش رئال مادرید هم میتونه که تثبیت بسازه قهرمانی بارسلونا رو و جایگاهش قوی‌تر بسازه در صدر جدول لالیگا. میتونیم بگیم که امسال یک در حالی که دور از تماشاچی و دور از جو ورزشگاه است، لالیگا امسال یک لالیگای خوبی را در بازی‌های آخر خواهد داشت و هر دو تیم رئال مادرید و بارسلونا، بخصوص بارسلونا، نمیخواد حتی یک امتیاز از دست بده و راه را برای رئال مادرید باز بکنه و رئال مادرید هم منتظر یک لغزش بارسلوناست و میخواد تمام بازی خودش با پیروزی سپری بکنه تا جایگاه بارسلونا را بگیره. این بازی های دو تیم میتونه جذاب باشه برای حداقل تماشاچی که از خانه لالیگا تماشا میکنه. از دید شما رئال مادرید امسال بر چه چیز متکی است؟ رئالی که 2 سال میشه رونالدو به گلزن خود در اختیار نداره، بعدان بنزما با 12 گل زده یعنی بهترین عملکرد امسال نداشته و همچنان سایر بازیکن هم رئال مادرید امسال 12 گل زدن و خیلی یک خط هم ضعیف به نمایش گذاشته، آن هم مدافعین مافبکان بر رئال مادرید گل میزنن. رئال امسال ببینیم تکی بر چه چیزی میبینیم، با تفکرات زیدان یا ای که یعنی تمام تیم کوشش میکنه سال موفق به گلزنی شوند؟ فوتبال یک فوتبال گروهی است، یک بازی گروهی است، بهتره بگم یک بازی گروهی است و متکی به فرد نیست. رئال مادرید هم یک تیمی است که بیشتر روی بازی گروهی تمرکز داره. نباید از بزرگی و تفکرات خوب زیندین زیدان هم بگذاریم، ولی قدرت رئال مادرید در خط دفاعیش و بخصوص دو هافک دفاعیش کاسمیرو و تونی کروس هست که خیلی خوب پوشش میدن. همچنان که شما گفتین در خط حمله امسال ضعیف ظاهر شدن، همه منتظر درخشش هازارد بودن در رئال مادرید که هازارد متاسفانه بعد از ورودش به رئال دچار بعضی مصدومیت‌های جزئی شد که این تاثیر گذاشت و همچنان بازیگردان در تیم بزرگی مثل رئال تفاوت خیلی زیادی داره و آشنا شدن با لالیگا برای هازارد نتونست خودش جا بگذاره، در حالی که نمیتونیم بگیم هازارد امسال بد بوده. هازارد بازی‌های خوبی را از خودش به نمایش گذاشته، ولی هازاردی که در فصل‌های گذشته ما شاهد بودیم و
مسئولین رئال مادرید انتظار داشتن، هواداران رئال مادرید انتظار داشتن نبود، ولی تا حدودی هم میتونم بگم که مودریچ سابقه نیست که بتونه خوب تغذیه بکنه خط حمله رئال مادرید، و همچنان که شما گفتین بنزما عمری ازش گذشته و رئال مادرید باید دنبال یک مهاجم جوان و یک بازیکن هجومی کامل باشه که بتونه در خط حمله رئال مادرید داشته باشه. بیشتر تمرکز رئال مادرید روی ارسال‌های کارواخال و مارسلو از سمت‌های راست و چپ هستن که در حضور رونالدو خیلی موثر بودن، و خصوص تغذیه از پشت مدافعین که مودریچ یا تونی کروس داشتن و توپای ریباند به گل تبدیل میکردن. در گذشته خط حمله رئال مادرید بخصوص مهاجم نوکش نمیتونم بگم که تأثیر خیلی زیاد داشت، بیشتر رونالدو از سمت از دو گوش محوطه جریمه و ارسال‌های کارواخال و مارسلو و بازیسازی تونی کروس و مودریچ تاثیرگذار بود، که مودریچ امسال مودریچ قبلی نیست و همچنان کارواخال و مارسلو آنچنان بازیکنی را نمی‌بینن که برایش توپ ارسال بکنن از جناحین و بتونه که مهاجمی باشه زهردار که از هر فرصتی استفاده بکنه، ولی من فکر میکنم آزارد کم کم برگشته و منتظری باشیم که آزارد بتونه جای رونالدو رو در ترکیب رئال مادرید داشته باشه. چقدر بارسلونا امسال متکی به لیونل میسی میدانید؟ میسی که در دو بازی اخیر موفق به گلزنی شده و حتی پاس گل هم امسال کرده، هر چند پنالتی شدش از کارشناسان حتی کارشناس مارکا گفت این خطایی نبود که پنالتی گرفته میشد، اما آور پنالتی را برای میسی دبان هم چقدر میسی گرگوشا برای بارسلونا میدانید؟ مسی بازیکن است که نشان داد بعد از قرنطینه هم که هنوز حرفی برای گفتن داره و هنوز آماده است. در بازی اول دو پاس گل و یک گل به ثمر رساند برای تیم بارسلونا. در بازی دیشب هم دیدیم تاثیر خودش را داشت مسی در ترکیب تیم بارسلونا، و یکی از خوبی و تفاوت‌های بارسلونا رئال میتونیم در همین دست نخوردن ترکیب بارسلونا نسبت به فصل گذشته باشیم. واقعا پر کردن جای رونالدو خیلی سخت است در ترکیب تیم رئال مادرید. خود رونالدو میتونه بگه یک تیم بود تیم رئال مادرید، و فراموش نکنیم بارسلونا در نوک حمله خود امسال در حالی که خیلی با آمدن مارتین برایت وایت ناامید بودن و انتظار نداشتن که بارسلونا چنین بازیکنی را بخره، ولی نشان داد که برایت وایت میتونه که یک مهاجم زهردار در ترکیب تیم بارسلونا باشه. معمولا بارسلونا دنبال یک مهاجمی است که هافکاش تغذیهش کنه و یک مهاجمی است که فقط از کوچکترین لحظه بتونه استفاده کنه گل بزنه، مثل سوارز که در این فصل آمد، و من میتونم بگم برایت وایت میتونه که به زودی جای سوارز در ترکیب بارسلونا تکمیل بسازه. بسیار عالی. بسیار کوتاه در مورد لیگ برتر فوتبال انگلستان هم بگویم. شب منچستر سیتی و آرسنال به مساف هم دیگر آغاز که برتر خیلونه میبینیم. لیگ برتر انگلیس، لیگ بعد از لالیگا، من میتونم بگم که لیگ پرطرفدار و دوست داشتنی است در بین مردم عزیز افغانستان و فوتبال دوستان عزیز. از گذشته های سابق اگه ببینین، جنگ چلسی و منچستر، جنگ آرسنال و لیورپول در افغانستان همیشه بین فوتبال دوستان بودن. یک لیگی است که خیلی هوادار داره در داخل افغانستان و میتونه تاثیر داشته باشه، ولی فراموش نکنید که لیورپول امسال خیلی تیم زهرداری است در لیگ برتر انگلیس و میتونه به راحتی بعد از چندین سال وقفه، من فکر میکنم امسال قهرمان لیگ برتر شه. سپاس از خودت سعید علی کاظمی، خبرنگار ورزشی از اکترنبورگ روسیه. سپاس آقای مشعل از شما و از تمام همکاران عزیز و مردم عزیز. و حالا چند خبر کوتاه ورزشی.
هفته 29 رقابت های لالیگای اسپانیا با پیروزی 2-0 بارسلونا برابر لگانس ادامه پیدا کرد. این دیدار که به میزبانی بارسلونا در ورزشگاه نیوکم برگزار شد، برای بارسلونا میزبان آنسوفاتی و لیونل مسی موفق به گلزنی شدند. در دیگر بازی حساس دیشب، ویارال با تگل کارلوس باکا مهاجم کولومبیایی خود 1-0 مایورکا را شکست داد. تیم فوتبال بایر مونیخ در فاصله 2 هفته مانده به پایان رقابت‌های بوندسلیگای آلمان قهرمانی خود را در این رقابت‌ها قطعی کرد. این تیم دیشب در چارچوب هفته 32 بوندسلیگا با تگل روبرت لواندوفسکی وردر برمن را با 1 گل شکست داد تا برای 30مین بار قهرمان بوندسلیگای آلمان شود. در دیگر بازی‌ها مانشن گلادباخ 3-0 وولفسبورگ را شکست داد و فرایبورگ 2-1 اسد هرتا برلین گذشت. تیم‌های فوتبال ناپولی و یوونتوس امشب در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا به مساف هم می‌روند. یوونتوس با پیروزی برابر آس میلان و ناپولی با برتری برابر انتر میلان موفق شدند که به این مرحله برسند. این دیدار امشب رأس ساعت 11:30 به وقت کابل به میزبانی ورزشگاه المپیک روم برگزار می‌شود. و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان پس از وقفه حدود 3 ماهه امشب با 2 دیدار عقب افتاده آغاز می‌شود. در حساس‌ترین بازی امشب منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر پذیرای آرسنال است. در دیگر بازی استون ویلا از شیفیلد یونایتد پذیرایی می‌کند. پایان برنامه ورزش. ممنون از اینکه با ما بودید.